عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، نحن نتناول اليوم موضوع الصحافة العربية في لبنان. وقد درسنا عن تطور نشأة وتطور الصحافة العربية في مصر. فنحن اليوم نناقش عن نشأة وتطور الصحافة العربية في لبنان. كما أننا عرفنا أن الطباعة العربية بدأت أولا في حلب وكذلك في بيروت عاصمة لبنان، ولكن تأخرت الصحافة بداية الصحافة العربية في لبنان بالنسبة إلى مصر. فمصر هي أول دولة عربية التي بدأت الصحافة العربية في العالم. وأما بالنسبة للبنانيين، وإن اللبنانيين هم لهم دور فعال في تأسيس الصحف العربية المشهورة في العالم العربي، أي وإن تأخرت الصحافة في العالم العربي في لبنان، ولكن لهم للبنانيين لهم دور فعال في تأسيس الصحف العربية المشهورة في العالم العربي، لأنهم كانوا أسبق الأمة من غيرهم من الأمم العربية إلى انتهال العلوم والمعارف والثقافات الأجنبية المختلفة. أي أن اللبنانيين لهم دور فعال، كما أننا نعرف وأن اللبنانيين هم الذين أصدروا مجلة الأهرام وجريدة الأهرام في مصر في عام 1875 ميلادي. وكذلك هنا سافر كثير من اللبنانيين إلى مصر، وكذلك سافر كثير من اللبنانيين الأدباء من إلى أوروبا وكذلك إلى أمريكا، فلهم دور فعال في تأسيس الصحافة العربية وانتشار المجلات العربية في لبنان أيضا. وكذلك لأن هذه الأمة اللبنانية هم الذين هم أسبق الأمم من الأمم العربية غير من الأمم العربية، وهم الذين انتهلوا العلوم والمعارف وكذلك انتهلوا الثقافات الأجنبية المختلفة من الثقافة الأوروبية وكذلك الثقافة اليونانية وهكذا، وقد اكتسبوا معلومات كثيرة وقد اكتسبوا معارف كثيرة من الأمم من الحضارات المختلفة. كيف بدأت الصحافة العربية في لبنان؟ بدأت الصحافة في لبنان، الصحافة العربية في لبنان كانت بإصدار جريدة حديقة الأخبار. وقد درسنا عن حديقة الأخبار برئاسة خليل الخوري. هي أول صحيفة عربية مستقلة والتي يصدرها عربي في دولة عربية، فهذه هي حديقة الأخبار وقد سمعنا. فبدأت الصحافة في لبنان بإصدار أول مجلة برئاسة خليل الخوري، وذلك جريدة حديقة الأخبار في عام 1858 ميلادي في بيروت. بدأت حديقة الأخبار انتشارها في بيروت في عام 1858 ميلادي. ويعتبر المؤرخون أن الصحافة العربية الحقيقية في العالم العربي قد بدأت أو نشأت في العالم العربي بنشوء حديقة الأخبار. أي بعض المؤرخين الصحفيين بعض المؤرخين العرب يؤرخون يسجلون تاريخ البداية الحقيقية للصحافة العربية المحضة ببداية حديقة الأخبار، أي في عام 1858 ميلادي. أما الجريدة الثانية في لبنان هي نفير سوريا. نفير سوريا هي الجريدة الثانية في لبنان التي أسسها المعلم بطرس البستاني. أننا نعرف
قد سمعنا كثيرا وقد درسنا كثيرا عن معلم بطرس البستاني وهو عالم وكذلك أديب مشهور من لبنان له دور فعال في نهضة الأدبية أيضا فهذا المعلم بطرس البستاني هو الذي أسس المجلة الثانية أو الجريدة الثانية في لبنان هي نفير سوريا وذلك في عام 1860 ميلادي وذلك أيضا في بيروت ثم نشر المراسلون الأمريكيون النشرة الشهرية نشر الأمريكيون في لبنان النشرة الشهرية في عام 1866 ميلادي وهي أول مجلة لبنانية أما أول مجلة لبنانية في اللغة العربية وذلك تلك للأمريكيين والنشرة الشهرية النشرة الشهرية وهي أرسل نشرها المرسلون الأمريكيون في عام 1866 ميلادي أما البشير والجنة أصدرها سليم البستاني وكانت أسبوعية سياسية وتجارية أيضا كما درسنا عن سليم البستاني أيضا له دور فعال له إسهامات كثيرة في الأدب العربي بالنسبة لتاريخ للرواية أيضا وله أيضا مساهمة كبيرة في تطور الصحافة العربية وقد ترأس لرئاسة وقد ترأس لصحف كثيرة لجريدة كثيرة منها البشير وكذلك والجنة والبشير وكانت هذه الجنة أسبوعية جريدة أسبوعية وكذلك كانت سياسية وتجارية وأدبية وكانت هي من أشد صحف تأثيرا في الأوساط الأدبية في لبنان أي للجنة لجريدة الجنة تأثير عميق بين الأدباء العرب في لبنان وأما مجلة الجنان مجلة الجنان أيضا للمعلم البطرس البستاني البطرس البستاني النفائس المصرية صاحب النفائس المصرية وهو أيضا أصدر مجلة أخرى وهو مجلة الجنان الجنة لمن؟ سليم البستاني أما الجنان مجلة الجنان لمن؟ لمعلم بطرس البستاني منذ عام 1870 ميلادي كانت تصدر مرتين في الشهر كانت هذه المجلة مجلة الجنان تصدر مرتين في الشهر قد اشتهرت في العالم العربي بشهرة صاحبها أيضا قد اشتهرت مجلة الجنان في العالم الأدبي أيضا في العالم العربي في الأوساط الأدبية بشهرة الأديب والعالم والعارف من؟ المعلم بطرس البستاني ومجلة النحلة هنا مجلة أخرى من لبنان باللغة العربية مجلة النحلة وهي للقس لويس صابونجي وهذه المجلة للويس صابونجي وكذلك وقد درسنا عنه كثيرا للويس صابونجي إسهامات كثيرة أيضا في مجال الصحافة العربية فله مجلة النحلة وكانت أسبوعية أيضا وهذه المجلة كانت أسبوعية أيضا ولما نشر قانون الصحافة في عام 1864 ميلادي تقيدت أقلام الصحفيين بقيود المراقبة الشديدة أي في عام 1864 ميلادي تقيدت هنا صدر قانون الصحافة نشر في لبنان في عام 1864 ميلادي تقيدت أقلام الصحفيين بقيود المراقبة الشديدة അവിടെ സ്വതന്ത്രമായി എഴുതിയിരുന്ന പത്രക്കാരുടെ എഴുത്തുകളെ ഒക്കെ കണ്ടുകെട്ടുകയും വലിയൊരു നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സാഫർ ഗസീറു മിനൽ ഉദബ ഇലാ മിശ്ര ആകദ സാഫർ ഗസീറു മിനൽ ഉദബ ഇലാ മിശ്ര ഗസീറു മിനൽ സുഫിയീൻ ഇലാ മിശ്ര ഫ ബദഅത തന്ദശുറു അസ്സിഹാഫ ഫി മിശ്ര സുമഖാമത് അസ്സൗറ العامة في إسطنبول ضد طغيان الملك المقدس طغيان الملك المقدس من؟ الملك المقدس هو ملك آستانا في
في إسطنبول قامت هناك ثورة عليمة عسكرية أيضا وذلك لدعاء الملك القديس فاندهت هذه الثورة لتحرير أسرف أيضا فاندهت هذه بإعلان الدستور العثماني في عام 1908 ميلادي അങ്ങനെ 1908 വലിയ ഒരു വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം അവിടെ ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപനം നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാനിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയൊരു ഭരണഘടന അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിൻ്റെ അലയൊളി അല്ലേ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും മൊത്തം നമുക്ക് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ജേർണലിസത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 1908 ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്രപ്രവർത്തന മേഖലയിലും വലിയൊരു സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ പ്രഖ്യാപനമാണ് 1908 നടന്നിട്ടുള്ളത് وقد منح هذا الدستور حرية واسعه للصحفيين وقد منح هذا الدستور للصحفيين حرية واسعه ولكن لما كسر الاستغلال هذه الحرية قامت السلطات العثمانية على تعديله ثلاث مرات اي بعد ان حصل الصحفيون حرية كاملة استغل بعض الصحفيين هذه الحرية فبدأوا يكتبون كثيرا من المقالات ضد الدولة العثمانية وكذلك مقالات تمردية ظهرت في الصحف العربية فاضطرت الحكومة العثمانية لتعديل هذا القانون بثلاث مرات أما الصحف المشهورة التي تم إصدارها في لبنان حتى الحرب العالمية الأولى فهذه هي الصحف التالية الجرائد التالية هي الجرائد أو المجلات أو الصحف المشهورة التي ظهرت في لبنان حتى الحرب العالمية الأولى أولا جريدة الجنينة هي جريدة سياسية أيضا سليم البستاني الجنة والجنينة لمن؟ الجنة الجنينة لسليم البستاني والجنان لمعلم بطرس البستاني وكذلك هنا جريدة أخرى المقتطف وهي هذه الجريدة المقتطف هي جريدة مشهورة في العالم الأدبي أيضا هي أقدم مجلة أدبية وراقية في العالم العربي أنشأها الدكتور يعقوب صروف في بيروت عام 1876 ميلادي ولهذه الجريدة ولهذه المجلة تأثير بارز في النهضة الأدبية والعلمية في العالم العربي بما ساعدت على نشره من ألوان الثقافة الغربية وترجمة المباحث العلمية الرسيحة أي قامت هذه المجلة المقتطف بترجمة المؤلفات بترجمة الإنتاجات الأدبية للأدباء الأوروبيين وكذلك قامت بنشر الإنتاجات الأدبية للأدباء العرب أيضا فلها دور فعال في النهضة الأدبية في العالم العربي بالأجمل وهنا مراحل تطور العربية الصحافة العربية في لبنان بعد الحرب العالمية الأولى في لبنان أولا الأولى في عهد الانتداب الفرنسي كما أننا نعرف قد كانت هذه لبنان أولا في الانتداب الفرنسي ثم في بعد الاستقلال فهذه بعد الاستقلال هنا ظهرت المجلات الكثيرة في لبنان وكما انتشرت المطابع العربية في لبنان وفي ظل الانتداب الفرنسي لم تستطع الصحافة الوطنية الاستئناف إصدارها بعد أن توقف إصدارها خلال الحرب العالمية الأولى أي في ظل الانتداب الفرنسي في ظل الاحتلال الفرنسي للبنان لم تستطع الصحافة العربية الوطنية لاستئناف إصدارها بعد أن توقف إصدارها خلال الحرب العالمية الأولى وفاست وورلد وار ഇടയില് പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു പോയിരുന്ന ഈ പ്രസിദ്ധ അറബ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ മാഗസീനുകളൊന്നും പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഫ്രഞ്ച് ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലും ഫ്രഞ്ച് മാൻഡേറ്റിന് കീഴിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അവർക്ക് പുതിയ പത്രങ്ങളെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗസീനുകളെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ വരികയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്
Anal ve fi am 1942 miladi vada al faransiyuna kanunen cediden lisihafa. Velakinnehu lem yehtalif amma kana fil ahdi l-usmani fi murakabati suhufil muhalifati l-sultan. എന്നാൽ 1924 ഫ്രഞ്ചുകാർ ഒരു പുതിയ പത്രനിയമം കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ ആ പത്രനിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആ പത്രനിയമം ഈ നിരീക്ഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പത്രങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിരീക്ഷണം വെക്കുന്നതിൽ അതിലെന്തുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ 1908 കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയ്ക്ക് ശേഷവും അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള പത്രനിയമങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരും എന്തായിട്ടുള്ളത് ആ പത്രങ്ങളെ നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെയധികം കൂടുതൽ അവർ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അഫീ ദില്ലി ഹാദ വലല്ല ഹാദൽ കാനൂൻ സായിദൻ ഹത്ത ബാദ ആദിൽ ഇസ്തിക്ലാൽ ബിഖലി. ഈ ഭരണ നിയമം 1924 ഫ്രഞ്ചുകാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം 1924 ശേഷം പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന് ശേഷവും കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഈ ലുബ്നാനിൽ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. أما من الناحية الصحفية قد ارتقى أسلوب الصحفيين واتجهت عناية أصحاب الصحف إلى معالجة أوضاع البلاد والمطالبة بالإصلاح. أما من الناحية الصحفية أو من الناحية الفنية الصحفية وقد ارتقى أسلوب الصحافة وكذلك اتجهت عناية أصحاب الصحفيين أو اتجهت عناية الصحفيين ila muhalajati al awda' al bilad awda' al biladi wal mutalabatu bil islah. പത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇറങ്ങാൻ ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടായ പത്രങ്ങളിൽ അവിടെ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ പത്രങ്ങളിലെ ഭാഷ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഉസ്ലൂബ് വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് നവീകരണ പ്രക്രിയകളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുമൊക്കെ ആ പത്രങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പത്രങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. വഖൽ ലഹർ അദദുൻ ഖലീലുൻ മിന സുഹഫ് അൽ ഖവിയ അംസാൽ അൽ അഹ്റാർ വൻ നഹാർ വൽ അഹ്ദൽ ജദീദ് വൻ നിദാർ വ ബൈറൂത്ത്. ഐ ഫീ ലില്ലി ഹാദ അൽ ഇൻദിദാബ് അൽ ഫറൻസി ലഹർ ഉന ബഅദുൽ മജല്ലാത് മിസ്ല അൽ അഹ്റാർ വകദാലിക വൻ നഹാർ وكذلك العهد الجديد وكذلك النداء وكذلك بيروت. ولكن انتشار الصحف ظل ضعيفا بسبب قلة القراء. ولكن ظل انتشار الصحف قليلا جدا في لبنان ايضا وذلك بقلة القراء لهذه الصحف. اما المرحلة الثانية لتطور الصحافة في لبنان وهذه هي عهد الاستقلال في عهد الاستقلال. أما في عهد الاستقلال فلم تحسن الحال أمام الصحف لأن الحكم الوطني كان يطبق القوانين الموضوع في عهد الانتداب الفرنسي بحذافيرها. معنى لم تتحسن أحوال الصحافة العربية في ظل في عهد الاستقلال. لماذا؟ لأن الحكم الوطني الذي أتى بعد الانتداب الفرنسي الذي أتى بعد الاستقلال في لبنان لم تتغير مواقفه نحو الصحافة بل أن الحكام الوطنيين في لبنان وقد تابعوا قوانين الصحف في الانتداب الفرنسي بحذافيرها كلها. ഫ്രഞ്ചുകാരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അതേ നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം വന്നിട്ട് പോലും ഈ ലുബനാനിൽ തുടർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പത്രങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനം കൂടുതൽ പത്രങ്ങൾ വരാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വബഅദ സൗറാത്ത് അൽ അദീദ അൽ മുത്താലബ لتعديل القانون عام 1924 للصحافة تم وضع قانون للصحافة في عام 1949 അങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമൊക്കെ വലിയ ഒരു വിപ്ലവങ്ങൾ നടക്കുകയും 1924 ഫ്രഞ്ചുകാരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ നിയമം പത്ര നിയമം പൊളിച്ചെഴുതണമെന്നും പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമെന്നും പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതൽ നൽകണമെന്നൊക്കെ വാദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും
അങ്ങനെ 1949 1949 പുതിയൊരു പത്രനിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 1949 ഒരു പുതിയ പത്രനിയമം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. വലാക്കിന്നഹു സാദ ഫീ മഹ്ലൂറാത്തി അന്നശ്ര അൽ മുബ്ഹമ വഖദ് ഇഷ്താഅത്തുൽ ഹുക്കൂമത്തു അലാ മുഹാകമത്തി സഹ്. 1949 പത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പത്ര നിയമം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും വലാക്കിന്ന ആദിഹു സാദ ഫീ മഹ്ലൂറാത്തി അന്നശ്ര മുബ്ഹമത്തിൻ അൽ മുബ്ഹമ വളരെ ഗോപ്യമായ രീതിയിലുള്ള ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കടത്തി കൂട്ടി അപ്പോഴും പത്രപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കുറെ ഗോപ്യമായ നിയമങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരികയും പത്രങ്ങളെ മുഹാക്കമ നടത്താൻ ഈ നിയമങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രശ്നം. അമ്മ ഫാലന ലിദ്റാബ് ലിദ്ദൽ കാനൂൻ ഫി മജാലിസി ഹാഫ ഫഖാമത്ത് ബി മുഖാത്തഅത്തി അഖ്ബാറിൻ നുവാബ് വൽ ബലാഗത്ത് അർറസ്മിയ. അങ്ങനെയാണ് പത്രങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബോയ്ക്കോട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫഅലന ലിദ്റാബ് ലിദ്ദൽ കാനൂൻ ഫിൽ മജാലിസി ഹാഫ. അങ്ങനെ ഈ പത്രമേഖലയിലുള്ള 1949 വന്ന നിയമവും മെച്ചപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പത്രമേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരോടും ഒരു സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാരുടെയും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും പത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ ഒരു വാർത്തയും പത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു സമരം അവര് പത്രക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. فصدر المرسوم الاشتراعي في عام 1952 അങ്ങനെ അതിനുശേഷമാണ് ഈ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് 1952 ഒരു പുതിയ നിയമം കൂടെ അൽ ഖാനൂൻ അൽ ഇഷ്തിറാഴി അല്ലെങ്കിൽ അൽ മർസൂം അൽ ഇഷ്തിറാഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം വീണ്ടും അവിടെ ലുബ്നാനിൽ 1952 കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. وقد ألغى هذا القانون الكثير من المواد المبهمة من القانون السابق. 1949 ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗോപ്യമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അതായത് ക്ലിയർ അല്ലാത്ത വളരെ നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ കുറേ നിയമങ്ങൾ 1949 നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഈ പുതിയ നിയമം കൊണ്ട് അവർ ബാത്തിലാക്കി അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് പുതിയ നിയമം 1952 വരുന്നത്. വമിൻ സമ്മ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് 1952 ശേഷം വമിൻ സമ്മ ഇസ്ദാദ അദദുൽ മജല്ലാത്തി വൽ ജറായിദി ഫി ലുബ്നൻ ഫി സനവാത് അത്താലിയ വ സിയാദതൻ സരീഅതൻ ഹത്താ ഇസ്തറത് അൽ ഹുക്കൂമത്തുൽ ഇസ്ലാം മർസൂം ഇസ്റായി ആഖർ ഫി ആം 1953 ലിതഹദീദി അദദുൽ ജറായിൽ മത്ബുഅ യൗമിയ. പിന്നീട് 1952 നിയമം വന്നതോടുകൂടി ഒരൊറ്റ വിസ്ഫോടനം പോലെ പത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി. മാഗസിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രിന്റഡ് മാഗസിൻസിൻ്റെയും ജറായിദിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടിയപ്പോൾ വീണ്ടും 1953 പുതിയ നിയമം കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. ആ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ പ്രിന്റ് മാഗസിനുകളുടെ പ്രിന്റ് ചാനലുകളുടെ എണ്ണം കുറക്കുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവർ ചില നിയമങ്ങൾ കൂടെ അവർ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. وعلى الرغم من وجود هذه المرسوم هذا المرسوم زاد عدد الصحف وعدد وكالات الانباء لبنان പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ന്യൂസ് ഏജൻസികളുടെയും പത്രങ്ങളുടെയും വളരെ വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം പിന്നീട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അൽ ജറായിദ് വൽ മജല്ലാത്തൽ മഷൂറ അല്ലത്തി ലഹറത് ഫി ലുബ്നാൻ ബഅദ ഹർബ അൽ ആലമിയ ലൂല. ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രധാന പത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അവലൻ അൽ ഹുരിയ الهدية والبرق وهذه واتني الجريدتين للذي بشار الخوري في عام 1921 ميلادي وكذلك هنا جريدة أخرى ظهرت في الفترة عدة صحف سياسية وسخرية في بعد الحرب العالمية الأولى ظهرت هنا جرائد وكذلك مجلات كثيرة ومن بينها مجلات سخرية أيضا أو مجلات صحف سياسية وسخرية أيضا مثل الصحافي الطائي لإسكندر الرياشي ظهرت هنا الصحافي الطائي وهي سخرية وأيضا الدبور ليوسف مكرزل وهي صحيفة أيضا والبيان لبطرس البستاني وهو مشهور في الأدب العربي وكذلك الكشكول لمحمد الباكر المجلة الكشكول لمحمد الباكر وهنا مجلة أخرى جريدة الجمهورية من الجريدة السياسية الشهيرة ولا تزال تصدر من عام 1924 ميلادي وأسسها سجيع الأسمر جريدة الجمهورية وهي تصدر من بداية
അൽഫോത്തിസ്മിയ വാർബ വൈശ്വരീന മില 1924 മുതൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്രമാണ് അൽ ജംഹൂരിയ എന്നുള്ള മില്ലുബ്ലാണ്. كذلك جريدة الأحرى وهي سياسية أيضا تخدم لفرقة الماسونيين وهي سياسية وهي تؤيد الآراء أي تدافع عن الماسونيين في لبنان. وكذلك أصدرها جبران التبيني في عام 1924 ميلادي وهي للماسونيين. وكذلك هنا مجلة كثيرة ظهرت خلال 1926 ميلادي إلى 1963 ميلادي 36 ميلادي 1936 وكذلك النهار والأقلام والأنباء والاتحاد اللبناني نضال الشعب وهي جريدة سرية يسارية أيضا نضال الشعب وكذلك هنا طرابلس الرائد الرابطة الحديث وكذلك بيروت في عام 1936 ميلادي التي اتخذت شعار العروبة فوق الجميع أي البيروت جريدة بيروت اتخذت شعارا لها العروبة فوق الجميع هذا ഒരു ഇസ്ലാമിക് കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അപ്പുറത്ത് അറബിത്വം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു പത്രമായിരുന്നു അൽ ബൈറൂത്ത് وكذلك هنا كثير من الحيات والنضال وكذلك اللواء وآسيا وكذلك الهدف والصياد وكذلك الزمان والدنيا الثقافة الوطنية والجديدة وكذلك السياسة الكفاح العربي والأسبوع العربي هكذا هنا كثير من المجلات والجرائد ظهرت في لبنان وهذه هي حالة الصحافة العربية وهذا هو تاريخ الصحافة العربية قبل 1960 ميلادي فقط وكذلك علينا أن نطلع هناك كثير من المجلات أيضا كثير من الجرائد أيضا وهناك كثير من المجلات الأدبية أيضا في لبنان تصدر من لبنان فعلينا أن نطلع هذه الجرائد الحديثة والمعاصرة التي تصدر من لبنان